با شناخت خداوند روح القدس صلیب مسیح منجی جهان ریزد فراوان آرامش جان از محبت خداوند عیسی در سرزمین ایمان عشق خدا فراوان نور مقدسش باد بر پایه های ایمان در سرزمین ایمان عشق خدا فراوان نور مقدسش باد بر پایه های ایمان. عرض سلام و درود فراوان، مثل همیشه در خدمت شما عزیزان هستیم، بینندگان بسیار بسیار محترم، هموطنان و فارسی زبانان گرامی هر جایی که تشریف دارید، دوستان بسیار عزیز و همچنین دوستداران برنامه زنده پایه های ایمان. پنجشنبه شب ساعت ایران، البته شاید جای دیگه ساعت مختلف، ولی در خدمت شما هستیم و چقدر خوشحال هستیم که خداوند این خدمات رو سپرده که با هم دیگر در این مشورت ها و تعلیم ها باشیم و نمیدونید ما از شما چقدر یاد بگیریم. پس هدف اینه که از هم دیگر یاد بگیریم و در ایمانمون، در پایه های ایمانمون رشد داشته باشیم. به برنامه زنده پایه ایمان بسیار بسیار خوش آمدید. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحال هستم که با یک برنامه دیگه مهمون خونهاتون هستیم. امیدوارم که برنامه امشب مثل برنامه دیگه مورد برکت و رشد روحانی شما عزیزان قرار بگیره. همچنین جا داره سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت برادر میلتن. امیدوارم که هفته خوبی رو گذرونده باشید. بله، خدا رو شکر. بستگی داره چجوری بگذرونی دیگه. بعضیا میگن به هوا بستگی داره، بعضیا به چی بستگی داره. من فکر میکنم به خودمونم بستگی داره. و بله، خدا رو شکر تا حالا خوب بوده. و ولی تجربه میکنم، نمیدونم شما تجربه میکنید که چقدر زود پنجشنبه داره. البته با شما چون این برنامه رو داریم میرسه، اصلا من باورم نمیشه که امروز پنجشنبه بودم، تو که باورم نمیشه دیروز چهارشنبه بود. ولی حالا این خوشحالم که همراه شما در خدمت بینندگان عزیز هستم. عزیزان شما میتونید برنامه زنده ما رو از ماهواره یاسد و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام دنبال کنید و همچنین از طریق پیامک رسانه‌های این رسانه‌ها شما میتونید برای ما پیغام‌های خودتون رو ارسال کنید. اگر علاقه‌مند هستین که با برنامه ما ارتباط بگیرید، شما میتونید از طریق واتساپ یا تلگرام برنامه پیامک‌های صوتی یا نوشتاری خودتون رو به شماره 2035799937772 ارسال کنید. و عزیزان بعد از نیم ساعت اول برنامه شما میتونید با برنامه ما تماس مستقیم داشته باشید از طریق واتساپ به شماره 2044-751-324-94-84-82. تشکر آیدین عزیز، خیلی ممنون. و همچنین مزه یادآوری شما عزیزان بگم که خدمتتون در آخر برنامه در پایه های ایمان نمونه ای از دعای اعتراف رو داریم. آیا ما نیاز از اعتراف بکنیم؟ بله، باید اعتراف بکنیم در حضور قدوس خداوند. آیا بعد از این همه سالم که گذشته باید حتما اگر مورد مخصوصی داریم باید اعتراف بکنیم به خاطر اینکه خداوند میتونه ما رو ببخشه؟ پس اگر شما اولین بار هستش که به این برنامه تشریف آوردید و دارید بیننده آن هستید و دارید میبینید، تا آخر برنامه اگه دوست دادی خودتون بسپارید به خداوندمون عیسی مسیح. عیسی مسیح رو بشناسید و از طریق او بدونید که اصلا خدا کیست. ما در خدمت شما هستیم و این رو انجام خواهیم داد همراه با دعاهای شما عزیزان. تشکر میکنم برای توجهت. بسیاری تشکر میکنم برادر میلتن برای توضیحاتتون. و عزیزان به عرضتون میرسونم لطفاً درخواستای دعاتون و پیامکاتون رو با نام و موضوع برای ما به موقع ارسال کنید تا ما بتونیم در طول برنامه به اونها بپردازیم و برای درخواستای دعای شما عزیزان دعا داشته باشیم. اما اگر موافق باشیم بریم با هم دیگه عنوان برنامه امروز رو از خواهر مینای عزیز ببینیم و بعد برمیگردیم با مهمان محترم برنامه با شما همراه خواهیم بود. سلام و درود بر شما همراهان عزیز برنامه خوب پایه های ایمان.
خیلی خوشحالم که در این قسمت با شما عزیزان همراه هستم. در این قسمت از کشیش فرهاد عزیز در مورد موضوعی به نام آتشی زیر خاکستر میشنویم. آیا این عنوان شما رو به یاد رخدادی میندازه؟ آیا نباید معنی عمیق‌تر این رویداد رو جستجو کرد؟ این واقعه چه مفهومی برای کسانی که اونجا حاضر بودن داشت و امروز چه مفهومی برای ما داره؟ عوامل به وجود آمدن التهاب در اون شرایط چه چیزهایی بود؟ در یوحنا 14:18 وعده‌ای به شاگردان توسط استاد داده میشه. مسیح میفرماید شما رو بی کس نمیگذارم، نزد شما میآیم. آیا شاگردان در این شرایط ملتهب درکی از وعده استاد داشتن؟ اساساً منتظر وقوع چیزی بودند؟ تجربه پنتیکاست و پوری روح القدس یک امر اختیاری در زندگی روحانی ایماندار نیست. همونطور که حیات دینی یهودیان بدون شریعت امکان نداشت، زندگی روحانی مسیحی بدون پوری روح القدس مطابق تجربه پنتیکاست غیر ممکن هست. عیسی وعده روح القدس رو میدهد و میفرماید روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد، زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید، چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. آیا تجربه روح القدس در پنتیکاست به وجود آورنده تغییری در ایمانداران بود؟ امروز این تجربه چطور در ایمانداران عمل میکنه؟ مطمئن هستم این درس بسیار پربرکت خواهد بود، پس تشویقتون میکنم به دیدن این برنامه ادامه بدید. برکت، قوت و شادی خداوند با همه شما عزیزان. بسیار عالی عزیزان، تشکر میکنیم از خرمینای عزیز بابت بیان عنوان برنامه امشب. همونطور که از ایشون شنیدیم، عنوان برنامه ما آتشی زیر خاکستر هست. خیلی مشتاق هستیم که بریم از کارشناس مهتم برنامه‌مون در این رابطه بشنویم و یاد بگیریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت کشیش فرهاد. باعث افتخارمونه که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتیم و در برنامه زنده پایه‌های ایمان حضور دارید. به شما خوش آمد میگم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خر آیلین، برادر میلتن عزیز و همینطور عوامل پشت صحنه برنامه سات سون عزیز، مخصوصا قسمت پایه های ایمان. و منم خوشحال هستم که این فرصت به وجود اومد که یک کمی زودتر خدمتتون برسم و با شما باشم. و فکر میکنم برادر میلتن من باید یواش یواش بارو بندیلمو ببندم بیان تو همسایگی شما و بیشتر با هم کار بکنیم. برجت خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه. و واقعا دعام اینه که آتش روح خدا، آتش قدوسیت او که شروع شد از سالها پیش و به زودی به روز پنتیکاست میخواییم برسیم و وارد اون جو بشیم، با همین پیام ها، موعظه ها، تعالیم ما رو، این آتش رو در ما شروع کنه، روح خدا، و ما رو برای اون روز آماده کنه. پس منم بی صبرانه منتظر هستم که با هم دیگه راجع به این حقایق عالی صحبت بکنیم. آمین، آمین. منم واقعا خیلی خوشحال هستم برادر بسیار عزیز و گرامی کشیش فرهاد محترم، و تشکر میکنیم در این راستا باز با ما هستید. و یه بار اتفاق افتاد، شما با همسر بسیار بسیار عزیز و گرامیتون خانم شهناز اینجا تشریف داشتید. عزیزان اگه یادشون باشه، خب ما که اینجا بودیم همراه با شما عزیزان در استودیو، چرا که نه؟ حالا شاید ما اومدیم پیش شما برد فرادانو، معلوم نیست اشاره. ولی خب خیلی خوشحال هستیم واقعا که واقعا تقبل فرمودید که باز امشب باشید در این برنامه و ما از وجود شما بهره بگیریم. و مطمئن هستم که مثل همیشه موجب برکت بینندگان عزیزمون خواهد بود، چون که همه ما در راستای رشد ایمانمون، ایمانیمون، در پایه های ایمان مصر هستیم. به برنامه زنده بسیار بسیار خوش اومدید فرهاد جان. مرسی، آمین. باعث افتخاره که در کنار شما و با شما باشم. تشکر. بسیاری کشیش فرهاد، از شما ممنونیم که عنوان برنامه امشب ما رو آتش زیر خاکستر انتخاب کردین. اگر میشه لطفاً در همین ابتدای برنامه برای ما مقدمه ای رو داشته باشین، از شما ممنون میشم. بله، خب همونطور که از عنوان صحبتی که امروز میخوام با شما داشته باشم، یا امشب برای عزیزانی که الان اونجا شب هنگام هست میخوام داشته باشم،
واقعا هم درباره همین موضوع هست. کلام خدا روح القدس رو به آتش تشبیه میکنه و یکی از کارهایی که روح القدس میکنه اینه که مثل آتش میسوزونه، تقدیس میکنه، تطهیر میکنه. اونایی که در راستای اطاعت روح القدس زندگی میکنن، روح القدس اونا رو تقدیس میکنه. اونایی که برخلاف روح القدس هستن، اون آتش میتونه خطرناک باشه و حتی بسوزونه. در جامعه اون روزگار، اون زمانی که در اورشلیم که مسیحیان اولی هم جزئی از اون طبقه یا از اون جامعه بودن، اتفاقاتی افتاد که جامعه رو بسیار ملتهب کرده بود و مثل آتشی زیر خاکستر بود. حالا این التهابات یا این مشکلات یا این وقایع چی بودن؟ رهبر دینی فرقه کوچک و گمنام و به قول یهودیان به ظاهر بدعت گذار چند روز پیش به صلیب کشیده شده بود. سه روز بعد سر قبر میرن، میبینن که قبر باز شده، جسد از قبر بیرون اومده و جسد یا فردی که اونجا مدفون شده، یعنی عیسی، به طرز مرموزی ناپدید شده و هیچ کس نمیدونه کی و چه عاملی او رو از اونجا بیرون آورده. شاگردان و پیروانش مدعی بودن که او زنده شده و میگفتن که حتی ما و بعضی از دوستانمون او را دیدیم، اما یهودیان معتقد بودن که تمام اینا شایعات پیروانش و توطئه‌ای هست که میخوان نظم جامعه رو به هم بزنن و این حرفا حقیقت نداره. از یک طرف فشار رهبران مذهبی و تهدیدات جانی اونها به این جامعه مسیحی نوظهور رفته رفته بیشتر و بیشتر میشد و از یک طرف دیگه وعده استاد و مرشد این فرقه به شاگردانش قبل از رحلتش این بود که شما رو تنها و یتیم نمیذارم و به زودی نزد شما میام، روح قدوسم رو بر شما خواهم ریخت، شما رو پر از روح خدا خواهم کرد، تعمید نو و آتشی نو و بر شما خواهد اومد. و در واقع استاد درباره تحقق وعده یوئیل نبی که در باب 2 آیه 28 و 29 اومده بود به اونها وعده تحققش رو میده. وعده این بود و بعد از آن روح خود رو بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود رو بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت. در اون روزهای پر التهاب آتشی انگار که زیر پوست شهر اورشلیم بود که این آتش مثل آتشی زیر خاکستر بود، التهابی بود ولی شاید هر کسی متوجهش نمی شد و این التهاب، این آتش آماده شعله ور شدن و ظاهر شدن بود. این وقایع، این نبوت ها، اتفاقاتی که افتاده بود شاگردان رو گیج کرده بود که قرار چی بشه. و چون ما در آستانه سالگرد این اتفاق پرهیجان هستیم، یعنی فکر میکنم حدود 3 هفته دیگه بیشتر باقی نمونده، در همین حدود احساس کنم که خیلی مهمه ما یواش یواش با شمارش معکوس که به اون روز داریم نزدیک میشیم خودمونم آماده کنیم و به مرور وقایع اون روزهای پیشا پنتیکاست بپردازیم و به همراه بینندگان عزیز بریم تو دل ماجرا و اهمیت این واقعه رو بررسی بکنیم و ببینیم واقعه پنتیکاست چه تأثیری بر شاگردان، کلیسای اون زمان و مردم حتی گذاشت و امروز بعد از گذشت بیش از 2000 سال واقعه پنتیکاست چه پیامی برای ما داره و اینکه ما چطور میتونیم خودمون رو در دریافت تجربه‌ای مشابه تجربه شاگردان، یعنی تقدیس با آتش، تقدیس با روح خدا، چطور میتونیم خودمون رو آماده کنیم و از این برکت که خداوند برای کلیسا فراهم کرده ما هم بهره و نصیبی داشته باشیم. بسیار عالی، ممنون، سپاسگزاریم برادر فرهاد بابت این مقدمه‌ای که برای ما داشتین. اما طبق توضیحاتی که تو این مقدمه داشتین، شما از وضعیت ملتهبی که بین مسیحیان و علل خصوص شاگردان بود صحبت کردین. ممکنه کمی بیشتر به وضعیت جامعه کوچک مسیحیان توی اون زمان بپردازیم و عوامل پیدایش چنین وضعیتی واقعا چی بوده؟ مسیح در زمانی خدمتش رو شروع کرد که جامعه‌ای که یهودیان در اون زندگی می‌کردند، همونطور که ما می‌دونیم و در تاریخ هم خوندیم، زیر سلطه دولت روم بود، امپراتوری روم. گزارش‌های تاریخی، گزارش‌های تاریخ اورشلیم
نشون میدن، گزارش‌های تاریخی که درباره با شهر اورشلیم است نشون میده که شهر اورشلیم اشغال شده بود و زیر در واقع انقیاد یا زیر تسلط رومی ها بود و اورشلیم شهری اشغال شده بود. تنش‌های مذهبی زیادی، تنش‌های سیاسی زیادی در میان جناح‌های مختلف اون جامعه، یهودیان، رومی‌ها، خود یهودی‌ها چند شاخه بودن، مذاهب دیگه، تنش‌های مذهبی و زیادی بود، مخصوصاً بین دولت روم که حاکم بود و بین یهودیان که اونجا رو ملک و کشور آبا اجدادی خودشون میدونستن. و اورشلیم به خاطر اون التهاب، به خاطر اون تنوع ها، به خاطر شرط سیاسی و مذهبی خاص که وجود داشت، مثل یک بشکه باروتی بود که هر آن احتمال خطر، خطر انفجار وجود داشت. یهودیان تلاش میکردن که از زیر این سلطه، زیر سلطه رومی ها خارج بشن و اداره اورشلیم رو و سرزمین های یهودی نشین رو خودشون به عهده بگیرن و جلال و اقتدار بنی اسرائیل رو مثل زمان های قدیم احیا کنن و خودشون اداره کنن اون مملکت رو. از اون طرف رومی ها هم به رهبری پنتیوس پیلاتوس و سایر رهبران رومی دیگر که از نیت و هدف رومی ها مطلع بودن، آگاهی داشتن که رومی ها آماده انفجارن و هر آن ممکنه قیام بکنن و اتفاقا هر از چنگای شورش های انقلابی هم وجود داشت، شورش های یهودیان انقلابی و جدایی طلب هم وجود داشت که دولت روم هر بار اونها رو به شدت سرکوب میکرد، باعث شده بود که امپراتوری روم حسابی حواسش به رهبران یهودی باشه و اونها رو زیر نظر داشته باشه. تمام این اطلاعات تاریخی اطلاعات موثقی هستن، یعنی اینطور نیست که ما از دل خودمون در بیاریم. نه فقط انجیل، اناجیل چارگانه این کمابیش و جست و گریخته راجب این صحبت میکنن، بلکه در گزارش‌های مورخین و شخصیت‌های مهم و شناخته شده قرن اول میلادی هم میشه رد پای این گزارشات رو دید. برخلاف اونایی که یا کسانی که میگن مثلا از مسیحیت اولیه در قرن اولی میلادی یا قرون اولی میلادی هیچ خبری نیست، هیچ اطلاعی نیست، هیچ گزارشی نشده و اصلا اینی که مسیحیان راجع به مسیحیت میگن یه چیز من درآوردیه، اتفاقا من وقتی داشتم مطالعه میکردم چقدر مورخ دیدم، مورخی که یهودی بودن، مسیحی نبودن و به نوعی شاید حتی با یهودی با مسیحیت ضدیت داشتن، ولی گزارش‌های اونا رو دیدن و گزارش‌های رومی‌ها که اصلا اعتقادی به مسیحیت نداشتن و کاری با مسیحیت نداشتن. مثلا کسی به اسم فلاویوس جوزفوس یا همون کسی که ما به فارسی به اون میگیم یوسفوس، جوزفوس یا یوسفوس یکیه، ایشون اولین مورخ یهودیه که در آثارش از مسیح و مسیحیت و مسیحیان نام برده و ایشون کاملا به فضای سیاسی و اجتماعی یهودیه در زمان مسیح اشاره میکنه. همینطور یوسفوس فلاویوس یک مورخ دیگه است، تاریخ نگار یهودی رومی، ایشون دورگه بود که او هم در آثارش در نوشتاش به این وضعیت اشاره میکنه. تاسیتوس یک مورخ رومی دیگه که به وقایع مربوط به مصلوب شدن عیسی مسیح در یکی از نوشتاش در اثرش به نام سالیانه، کتابی به نام سالیانه پرداخته و راجع به اون تو کتابش صحبت میکنه و اوضاع و شرایط رو شرح میده. همینطور پولینی جوان. جهت اطلاع شما در تاریخ دو مورخ و محقق و اندیشمند وجود داشتن به نام پولینی و خواهرزادش. در واقع این دوتا پولینی با هم فامیل بودن، پولینی بزرگ دایی و پولینی کوچکتر خواهرزاده، که درباره در وقتی آثارشون رو میخونن در آثارشون درباره شخصی به نام عیسی مسیح میبینیم که نوشته شده و پولینی در اون زمان در زمان خودش به امپراتور روم تراجان گزارش میده و اطلاع رسانی میکنه درباره این فرقه. این منابع مجموعاً تصویری از اورشلیم، اورشلیمی که تحت اشغال رومیان بود و تنش‌های سیاسی و مذهبی و تنش‌های اجتماعی رو ترسیم می‌کنن و
این تنش‌ها و این گزارش‌ها به درک شرایط چالش برانگیز شاگردان عیسی در اون روزها به ما خیلی کمک می‌کنه. در چنین فضای ملتهبیه هست که عیسی به منصه ظهور میرسه، ظاهر میشه و اونجا اعلام حضور میکنه. خب این دیدگاه سیاسی اجتماعی اون زمان. دیدگاه مذهبی، یهودیان از تعالیم و سخنان عیسی در ترس و هراس و استراب بودن، چون او درباره پادشاهی ملکوت خدا صحبت میکرد و یهودیان از تعلیم مسیح درک اشتباهی داشتن. اونا گمان میکنن که وقتی مسیح از پادشاهی خدا داره صحبت میکنه، قصدش اینه که سلطنت خودش رو بر سرزمین یهودیان اجرا کنه و حاکمیت اون سرزمین رو به دست بیاره. پس از دیدگاه اونها مسیح نه فقط تعالیم جدیدی آورده بود که خلاف باورها و شریعت خودساخته اونها بود و برخلاف اعتقادات رهبران یهودی بود، بلکه در ضمن انگار که از تعالیمش اینطور میفهمیدن که قصد داره از اونها پیشی بگیره و سرزمین اسرائیل رو به زیر سلطش در بیاره، چون از پادشاهی و از ملکوت خدا داره صحبت میکنه. این برداشت غلط بر نگرانی رهبران یهودی افسود. ببخشید یه لحظه اجازه من این آداپتور رو نصب کنم، مثل که در حال خاموش شدنه. بله عذر میخوام، من یه لحظه فراموش کردم. پس این برداشت غلط بر نگرانی رهبران یهود افزود. اونا از یک طرف با دولت روم مشکل داشتن و حالا مشکل جدیدی مزید بر علت شده بود. و این مشکل جدید چی بود؟ مشکلی به نام عیسی مسیح ناصری. یعنی التهابات سیاسی، جنگ‌های داخلی، جنگ‌های پارتیزانی و طایفه‌ای بعضی از یهودیان در واقع انقلابی، گروه‌های مختلف سیاسی که در اونجا بودن و بعد حالا خود اعتراض یهودیان و خواست‌ها و مطالبات اونها از دولت روم، همه اینها بود. حالا مسیح هم بر اونها اضافه شد و باعث شد که اورشلیم یک شهر پر التهاب و پر از آتش جنگ باشه و هر لحظه احتمال بود یه گروهی انقلاب کنه، هر لحظه احتمال داشت که یه گروهی بخواد توطئه‌ای بچینه. در نهایت کاهنان هم که احساس خطر کردن از تعالیم عیسی مسیح، با هزار یک دوز و کلک پاپوشی برای مسیح ساختن و موفق شدن حکم اعدامش رو، حکم مرگش رو از حاکم اورشلیم بگیرن و او رو به صلیب بکشن. و حالا بعد از مسیح او رو کشتن، به صلیب کشیدن، به عبارتی از دست مسیح راحت شده بودن و خیالشون راحت شده بود که این شورشی رو و این کسی که بدعت جدید آورده از دست او راحت شدن. حالا شاگردان باید از دست آثار او و شاگردان او هم راحت بشن و اونا رو سر به نیست بکنن و تمام بازماندگان فرقه عیسی ناصری رو از بین ببرن. به همین خاطر که انجیل یوحنا گزارش میکنه که در زمانی که مسیح به صلیب کشیده شد، شاگردان وارد خونه ای شدن، خودشون رو مخفی کردن و درها رو از داخل روی خودشون بستن، درها رو قفل کردن مبادا مکانشون رو لو بره و برای دستگیری اونها بیان. و انجیل یوحنا باب 20 آیه 19 بعد از قیام عیسی مسیح صحنه رو اینطور ترسیم میکنه. شامگاهان همون روز، همون یکشنبه که عیسی قیام کرده بود، که نخستین روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرد هم آمده بودند و درها از ترس یهود قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما. این ترس و نگرانی شاگردان حتی بعد از قیام مسیح و ملاقات با او همچنان ادامه داشت. اولین ملاقات باعث شادی بود، باعث تقویت بود، امیدی به اونا در اونا ایجاد کرد، ولی میبینیم وقتی یکم فاصله میافته بازم این ترس و نگرانی ها ادامه پیدا میکنه. باب 21 که انجیل یوحنا گزارش میده که چطور شاگردان از فرط ناامیدی، ترس، بلا تکلیفی قصد میکنن به شغلای قبلیشون یعنی ماهیگیری برگردند و برمیگردند، ولی انجیل میگه که اگر عیسی خودش رو در این بحران روحی بر شاگردان آشکار نمی کرد و اونا رو تقویت نمی کرد، اتفاقات بدتری هم رخ می داد. این وضعیت جامعه مسیحیان اولیه و کلیسای اولی بود که چقدر ملتهب بود و هر آن احتمال داشت یک اتفاقی بیفته، هم از لحاظ روحانی هم از لحاظ سیاسی اجتماعی.
بسیاری ممنون، سپاسگزاریم کشیش فرهاد که به ما و بینندگان توضیح دادین در این رابطه. اما عزیزان، به پایان بخش اول برنامه رسیدیم. میریم با هم دیگه یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، یک موزیک ویدیوی پرستشی رو با هم گوش میدیم و بعد برمیگردیم با ادامه موضوع برنامه. با شما همراه خواهیم بود. همه بود و نبودم تا ابد.
بسیاری سلام مجدد داریم خدمت بینندگان عزیز. شما بیننده برنامه زنده پایه های ایمان هستین با موضوع آتشی زیر خاکستر، همراه با کارشناس محترم برنامه کشیش فرهاد سبکرو. عزیزان خطای تلفنی ما باز هستن، شما از هم اکنون میتونین با شماره که روی گیرنده هاتون نوشته میشه از طریق واتساپ تماس مستقیم داشته باشید و همچنین اگر علاقه مند هستین شهادتی رو به اشتراک بذارین یا اینکه سوالی رو مطرح کنید در رابطه با موضوع برنامه، حتما میتونین پیغام هاتون رو در طول برنامه با نام و موضوع برای ما ارسال کنید تا ما بتونیم به اونها بپردازیم و برای درخواست های دعایی که شما عزیزان دارید دعا داشته باشیم. اما قبل از اینکه به موضوع برنامه و کشیش فرهاد برگردیم، سری میزنیم به پیغام های شما. نسرین گفتن درود بر شما فرزندان عزیز پدر آسمانی، سپاسگزاریم، بهتون درود میفرستیم. و همچنین جا داره سلام بکنم به حسین، یاسین، شقایق و ندا و امیر خسرو، سپاسگزاریم بابت پیغام های زیباتون. یاسین گفتن خدا رو شکر که من با شما آشنا شدم، خدا رو شکر برای وجود شما، سپاسگزاریم. ما هم از شما ممنونیم بابت همراهیتون و پیغامتون. شقایق هم گفتن شکر برای خداوند زنده، شکر برای روح قدوس خداوند. بله ای خداوندم، بریز روح قدوس خودت رو بر ما در نام عیسی مسیح. شکر برای وجودتون، خدا بهتون برکت بده در نام عیسی مسیح. بله ای خداوند، هر چیزی که باعث سستی در ایمان ما شده رو به قدرت خون عیسی مسیح باطل اعلام میکنیم. ای خداوند ایمان ما رو بنا کن و ما رو در ایمان پرورش بده. آمین. واقعا چقدر زیبا نوشته بودن این عزیز. شکر واقعا. نسرین هم گفتن فیض و آرامش خدای پدر عیسی مسیح با شما باد، سپاسگزاریم و ممنونیم بابت پیغام هاتون عزیزان. اما برمیگردیم به کشیش فرهاد. برادر میلتن بفرمایید. خیلی ممنون آیلین عزیز، تشکر و مخصوصا از همراهان عزیز ما و خدا رو شکر میکنم که همسو هستید با ما عزیزان. و واقعا هم چه شقایق چقدر درخواست زیبایی رو فرمودن که همه ما نیاز داریم در این ایمانی که هست به پیش بریم. چقدر عالی فرمودن برادر فرهاد عزیز در رابطه با این مسائلی که بوده. و من فکر میکنم که همه چیز زمانی مثل این که نظرم رو دارم عرض میکنم که خداوند بون عیسی مسیح قیام فرمود. اگه قیام مسیح نبود به قول برادر فرهاد عزیزم فرمودن خب یک شخصی اومد و رفت و مرد و دیگه تموم شد. اونا هم همین فکر میکردن، شیطان هم همین فکر میکرد، روی سری فکر میکرد که کار تموم شد. ولی قیام یا رستاخیز که حتی از نظر مسائل سیاسی هم این کلمات به کار گرفته میشن، قیام، رستاخیز، میبینیم که اتفاقا اشکال از اونجا به وجود اومد، مخصوصا برای خود یهودیا و حتی برای رومی ها. و من باور دارم که در اون مقطع مثلا رومی ها که خیلی اتفاقا پیشرفته بودن از نظر مسائل حکومتی و غیره، خیلی هم منظم بودن فراجان، من فکر میکنم همه ممالک برای خودشون وقایع نگار رو داشتن و اتفاقا ثابت شده مثل اینکه بعد از قیام مسیح بود که اون وقایع هایی که نوشته شده بود، هر دادگاهی بود، هر دستوری بود که میبایستی نوشته بشه رو اینا رو دیگه کم کم کنسل کردن، خواستن که نه پخش نشه این ور اون ور و این موضوع قیام خداوندمون عیسی مسیح رو به اصطلاح بتونن در بد خفه کنن، که امکان نداشت. و هنوزم که هنوزه پشت سر اون هستن، هنوزم هستن، حتی به دنبال ما هم هستن. ولی با توجه به فرمایشاتی که فرمودید این چقدر اهمیت داره واقعا قیام خداوند. و شما در فرمایشتون در رابطه با سوال اول که آیلین عزیز پرسیدن اشاره فرمودید که مسیح جانش رو برای نجات مردم داده بود و داده، این کاملا مشخص و مطابق وعده‌اش هم قیام کرده بود. اگه نمیگفتم که دروغگویی بیش نمیشد، اینم انجام شده و وعده هم داده که برای داوری باز برخواهد گشت. سوال اینه فرهاد جان که آیا به چیز بیشتری هم نیاز هست که داشته باشیم و بدونیم؟ بعد میتونم شما کاملا درست فرمودید که مسیح همه چیزها رو به ظاهر انجام داد. البته خواهر شقایق عزیزم در مسیجی که برای ما فرستادن، که من سلام میکنم به تمام عزیزان، خواهر شقایق و دیگر عزیزانی که از این لحظه بیننده و شنونده برنامه پایه های ایمان امروز ما هستن، واقعا خواهر شقایق درست گفتن که چقدر ما احتیاج داریم به آتش روح القدس. اما
بعد میتن همونطور که شما فرمودید به ظاهر مسیح همه کارا رو انجام داده بود، کارهایی که قول داده بود، پیشگویی شده بود، اومدنش، خدماتش، معجزاتش، عرضم به حضور شما، مرگش، قیامش، همه کارا رو انجام داده بود و به ظاهر دیگه نیاز به چیزی نبود. مسیح آنچه را که نیازمون بود و طبق وعده ها انجام داد. اما آیا نیازی هست؟ سوال اینه که به چیزی بیشتر از این نیاز هست؟ وقتی به تعالیم و فرمایشات عیسی مسیح برمیگردیم میبینیم که خود عیسی مسیح هم در تعالیمش به شاگردان یاد میده که حتی بعد از عروج من به آسمان، حتی بعد از صعود من به آسمان، من شما رو تنها نخواهم گذاشت. داستان تموم نمیشه، همچنان ادامه داره، اما از شکلی به شکلی دیگه. و انگار که خدمت مسیح وارد یک فاز جدیدی میشه، اما به یک نوع دیگه، که خود اونیز در این مورد به طور مفصل صحبت میکنه. مهمترین موضوعی که در واقع مسیح در انجیل یوحنا باب های 14-16 و همینطور بعد میبینیم در تعالیم دیگر و در جاهای دیگر به اون اشاره میشه، موضوع آمدن روح القدس بعد از صعود مسیحه. و این چیزی نیست که شاگردان گفته باشن و از دلشون در آورده باشن، این چیزی که خود عیسی مسیح داره تعلیم میده. یعنی در واقع کد اصلی تعلیم رو مسیح میده و بعد شاگردان با هدایت روح القدس اینو باز میکنن، بازنشر میکنن و بیشتر گسترش میدن مفهوم این تعلیم رو. عیسی مسیح خودش راجع به این اشاره میکنه که من میمیرم، قیام میکنم، ولی داستان تموم نمیشه. داستان به شکل دیگه‌ای راه خودش رو ادامه پیدا میکنه. باب 14 آیه 16 اولین جایی که عیسی مسیح درباره آمدن روح القدس اشاره میکنه و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد. و بلافاصله در آیه 17 توضیحش رو گسترش میده، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد زیرا که او را نمیشناسد. و آیه 18 میگویم شما را یتیم یا بیکس نمیگذارم و الی آخر. پس میبینیم خود عیسی مسیح سرفصل جدیدی رو در تعالیمش باز میکنه و در ادامه این آیات میبینیم که چطور سعی میکنه شاگردان رو به گونه‌ای توجیه کنه و روشن کنه که بعد از رفتنم به آسمان احتیاج به دریافت راهنمایی و کمک همچنان وجود داره، مخصوصا احتیاج به هدایتی موثق. عزیزان دقت کنید، هدایتی موثق. ما احتیاج به احادیث و روایات نداریم، ما احتیاج به اینی که این چی گفت و اون چی گفت نداریم، ما میخواییم ببینیم خدا چی میگه. این برای ما مهمه. از این جهت من مخصوصا واژه هدایتی موثق رو به کار میبرم و تأثیرگذار. از کی؟ از شاگردان، اونا عالین. از رسولان و رسالات و نوشته ها، اونا خوبن. از پدران کلیسا حرف نداره. اما ما یک هدایت موثقی از کسی میخواییم که ضریب خطای هدایت و راهنمایی او در حد صفر باشه. و کی برادر میلتن؟ کی 100% کامله؟ کی انقدر کامله که هیچ عیب و نقص و اشتباهی نداشته باشه در وجودش؟ و بتونیم بگیم خدا اینو گفته غیر از خود خدا. حتی اگر ما بگیم پولس اینو گفته، پتروس اینو گفته، شاگردان اینو گفتن، بجد به معنی یک انسان شاید قابل ایرادگیری باشن، ولی ما احتیاج به هدایتی موثق، شاگردان احتیاج به هدایت‌های موثق داشتن که ضریب خطاش در حد صفر باشه. و کی میتونه چنین هدایتی بکنه؟ و عیسی مسیح در ادامه توضیحاتش میفرماید که روح القدس. روح القدس کیه؟ در معرفی شخصیت روح القدس و عملکرد او میگه آن معلم، حامی و مدافع، که در ترجمه قدیمی میگه که مدافعی دیگر. مدافع یعنی در واقع همین معلم، حامی، مدافع، همه اینا در اون کلمه مدافع هست. این مدافع کیه؟ کسی که از جنس خود عیساست، یعنی خداونده. در آیات 26 آیه 26 هم باب 14 میگه اما آن مدافع یعنی روح القدس، روح مقدس خدا، که پدر او رو به نام من میفرستد. ببینید این روح القدس تو حوزه تثلیثه، در حوزه تثلیث مقدسه. پدر او رو به نام من میفرسته
و او از جنس خودمونه، از روح خودمونه، هم از همون چیزی که ما هستیم. همه چیز رو به شما خواهد آموخت و هر آنچه به شما گفتم به یادتون خواهد آورد. مجموع اینها و دلایل دیگری که بعد مسیح ارائه میکنه نشون میده که بله برادر میلتن، نجات روی صلیب فراهم شد. همونطور که شما فرمودید مسیح از مردگان قیام کرد و با قیامش قدرت مرگ رو به چالش کشید و برتری خودش و اقتدارش رو بر مرگ به اثبات رسوند. اما تمام اینها اون چیزی نیست که، یعنی اینا فقط اون چیزی نیست که در برنامه خدا بود، اینها قسمتی از برنامه خدا بود. هنوز اتفاقاتی در راه هستن، هنوز آتشی هست که رو نشده، برگ برنده‌ای هست که هنوز رو نشده. این زنجیره خدمت و خدمت و کار مسیح همچنان ادامه داره و باید اتفاقاتی رخ بدن. همونطور که شما فرمودید چه چیزی دیگه نیاز هست؟ شاگردان همچنان به همراهی و قوت مسیح و ارشاد و حمایت و راهنمای او احتیاج داشتند و دارند و ما نیز امروز احتیاج داریم، چون کاری که میباید صورت بگیره و موفقیت هایی که باید به دست میومد بدون حضور و پشتیبانی خدا امکان پذیر نیست. شاگردان همواره میگفتن ما و روح القدس چنین ثواب دیدیم، روح القدس و ما چنین تشخیص داد. ما به تنهایی نمیتونستیم تصمیم بگیریم، ما به تنهایی حرفمون اون برش و تأثیر کافی و لازم رو نداشت، اما این بار پشتیبان و هدایت و حمایت ها نه به وسیله حضور فیزیکی عیسی مسیح، بلکه چون مسیح به آسمان صعود کرده، بلکه به وسیله روح القدسی خواهد بود که برایشان او خواهد فرستاد تا با آنها باشد و در آنها بماند. روح القدس فقط کنار اونها نیست، در آنهاست. روح القدس میاد در درون ما، در درون شاگردان. در یوحنا باب 14 آیه 16 همونطور که خدمتتون خوندم میگه او حامی و مدافع و راهنمایی خواهد بود که برای همیشه با شما میماند. برای همیشه روح القدس دیگه ما رو ترک نمی کنه مگر اینکه ما ترکش بکنیم، ولی روح القدس با ما خواهد موند. و در آیه 17 میگه نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد ماند. این دفعه روح القدس اومده که در ما بمونه. و در آیه 26 میگه حالا این روح القدس کارش چیه، وظیفش چیه، چه مسئولیتی داره؟ او همه چیز رو به شما خواهد آموخت و هر آنچه را به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. او قراره هدایت کنه، حمایت کنه، ساپورت کنه، تعلیم بده و یادآوری بکنه. مسیح درباره روح القدس میگه که او همچون من و پدر از ذات الهی برخورداره و در هماهنگی کامل با ماست و ما همه با هم یکی هستیم و تثلیث مقدس رو تشکیل میدیم. مسیح نمیگه که من همان روح القدس هستم یا من در قالب و شکل روح القدس به نزدتان خواهم آمد. نه، مسیح اینو نمیگه. اما از یک اتحاد و هماهنگی کامل و بی‌نظیری که در بینشون هست صحبت میکنه و به شاگردان این اطمینان رو میده که چون شما بدون حمایت و پشتیبانی الهی نمیتونید به تنهایی این خدمات و کارهای بزرگ رو انجام بدید، پس خدا، حضور خدا به صورت حضور روحانی یا همون روح القدس با شما خواهد بود و در شما قرار خواهد گرفت. پس روح القدس خداست. امروز ما داریم از حضور خدا صحبت میکنیم، از هدایت، حمایت، قوت روح القدس و اون آتش دگرگون کننده نمیتونه چیزی جز حضور خدا باشه. هر آتشی، هر انقلابی یک روز افول پیدا میکنه، یک روز تموم میشه، ولی آتشی که روح القدس شعله ور میکنه همونطور که داریم میبینیم بعد از گذشت 2000 سال هنوز ادامه داره. این چه آتشیه؟ این چه کاریه که خدا انجام داد؟ و مسلماً هنوز کاری هست که باید اتفاق بیفته. آمدن روح القدس به اون شکلی که مسیح توصیف کرد مرحله جدیدی از کاریست که مسیح شروع کرد و هنوزم ادامه داره، و نه فقط تا زمان شاگردان، تا امروز و بعد از ما، تا زمان بازگشت مسیح. این اون حقیقتیه که ما مسیحیان باید خیلی روشن و واضح دربارش بدونیم و بدونیم که در این مورد بعد میتونن تعارف نیست و تخفیف نیست.
و ما نمیتونیم چیزی از این حقیقت کم کنیم یا چیزی بر اون اضافه کنیم. و یک نکته مهم دیگه اینه که ممکنه بعضی از عزیزان بپرسن مگر زمانی که ما نجات یافتیم و ایمان مسیح رو پذیرفتیم، به مسیح ایمان آوردیم، مگر روح القدس رو نیافتیم؟ بله، ما با ایمان به عیسی مسیح روح القدس رو یافتیم. خب حالا ممکنه بگم پس این داستان جدید چیه؟ نه، این داستان جدید نیست، این ادامه همونه. ما به محضی که به ایمان به عیسی مسیح، ایمان حقیقی میآوریم و قلبمون رو به مسیح میسپاریم، تولد تازه پیدا میکنیم. همون چیزی که شما هر جلسه انجام میدید، دعای توبه و پذیرفتن مسیح، روح القدس میاد در درون ما. اما آمدن روح القدس کافی نیست، ما احتیاج به پری روح القدس داریم، احتیاج داریم از حضور روح القدس پر بشیم، احتیاج داریم روح القدس تمام وجود ما رو در بر بگیره. این لیوان آب یا قهوه منه، تو این لیوان میتونه اندکی قهوه باشه، میتونه پر از قهوه باشه. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، روح القدس میاد در درون ما، ولی چون ما آموزش نداریم، تعلیم نداریم، تجربه نداریم، چقدر قلبمون برای اینکه روح القدس با تمام وجودش در ما ساکن بشه، چقدر قلبمون رو باز میکنیم، چقدر ظرفیت هامون رو به روح القدس میسپاریم. طبعا هرچه شناخت ما، ایمان ما عمیقتر و بیشتر میشه، اجازه بدیم خداوند بیشترین وجود ما رو، قسمتهای بیشتری از وجود ما رو با حضورش پر بکنه. پس ما احتیاج داریم هر روز از روح قدوس خدا پر بشیم، هر روز پر بشیم. از یک کشیش بزرگی پرسیدن که تو هر روز میری دعا میکنی، برای چه هر روز میری دعا میکنی و ساعتها در حضور خدا میمونی و دعا میکنی، آیا احتیاج داری؟ گفت بله، برای اینکه من نشتی دارم و چون نشتی دارم احتیاجم هر روز خدا از منو از نو پر کنه. همه ما نشتی هایی داریم، همه ما کم و کسری هایی داریم، ما همه ما خلأ هایی داریم و این خلأ ها هر روز از ما تخلیه می کنن قوت، انرژی، برکت، اون مسرو، و احتیاج داریم هر روز از روح القدس پر بشیم. بله، ما به محض این که به عیسی مسیح ایمان قلبی و حقیقی میابیم، از روح القدس پر میشیم، ولی احتیاج داریم که حالا بمونیم در حضور خداوند و اجازه بدیم او ما رو پر کنه، و هر روز احتیاج داریم پر کنه. پس صرف داشتن روح القدس کافی نیست، ما احتیاج به پر شدن داریم، ما احتیاج به قوتش داریم، هدایتش داریم، احتیاج به حمایت و حفاظتش داریم. و درک هدایتهاش با داشتن روح القدس دو فاز متفاوته، دو چیز متفاوته. پس ما احتیاج داریم در حضور خدا بمونیم و اجازه بدیم بعد از تمام مراحل توبه، نجات، ایمان، اجازه بدیم خداوند ما رو پر کنه. این اون چیزی که ما احتیاج داریم، حضور روح القدس، پری روح القدس، تقدیس روح القدس و آتش روح خدا که هر روز ما رو تقدیس کنه و ما رو برکت. بسیار بسیار عالی، چقدر زیبا فرمودید برادر فراد عزیز و این مطلب رو باز کردید، و چقدر هم کلام خداوند به صورت تشبیهی زیبا به ما این مورد رو میگه. مثلا میدونید که روح القدس به چیزهای مختلفی تشبیه شده برای درک ما انسان‌ها، مخصوصاً آتش. آتش روح القدس هیچ وقت خداوند اون رو خاموش نخواهد کرد، ما هم قادر نیستیم خاموشش کنیم، شاید از دورتر بشیم، ولی آتش روح القدس آتش روح القدسه که به ما گرما میده، به ما نور میبخشه و گندزدایی هم میکنه. میدونید که گندزدایی آتش خیلی قویه، اون چیزایی که نادرسته میسوزن، از میخواد خالص ما در بیاییم، و این چقدر عالی و زیبا هستش. همطوری که برادر عزیزم فراد فرمودن، این آتش رو اگر در زندگیمون داریم، هدایت ما رو میکنه به نور درست، به اون گرمای زندگی پر از روحانی، و کمکمون میکنه که از گناهان و غیره، اگر در ما جوانه میزنن از پیشین و غیره، اینها واقعا از بین بره با همکاری که با او خواهیم داشت. و خدا رو شکر که این چنین خدایی رو داریم. من افتخار میکنم که مسیحی هستم، ایمان دارم که همه شما عزیزان، به خاطر اینکه چقدر عالی دیگه خداوند میخواد چیکار بکنه برای ما، همه چیز رو که فکر میکردیم برای ما داده، فقط از ما میخواد که با او همکاری درست رو داشته باشیم، و اتفاقا هدایت
موفقی رو فرمودن، درسته؟ تکیه کلام برادر عزیزمون. و چقدر عالی بود این، و خیلی ممنون هستم فراد عزیز برای فرمایشاتون. در راستای دیگه چه چیزی لازم داریم؟ من فکر می‌کنم خیلی چیزها لازم داریم، ولی اصل مطلب همین واقعا این آتش روح قدوس خداوند که ما رو گرم نگه داره. تشکر میکنم. البته بعدم میلتن یه چیزم خدمتون عرض بکنم و اونم اینه که روح القدس آتشه، آتش تقدیس کننده است. هم تقدیس میکنه، هم ما رو دلگرم میکنه و هم ما رو پاک میکنه، تجهیز میکنه. اما روح القدس فقط آتش نیست. شاید بعضیا بگن اوه همش آتش خشونت اینا، ولی روح القدس کبوتر هم هست. وقتی مسیح تعمید گرفت، روح القدس مثل کبوتری بر او آمد. روح القدس روح صلح و آشتیه. روح القدس مثل نسیمه. در عهد عتیق روح القدس میبینیم که چطور مثل نسیم خداوند میوزید و آرامش میداد و در ضمن باد که با خودش همه چیز رو آتشغالا رو با خودش میبره. روح القدس به نهر آب تشبیه شده. او نهر زندگیه، او نهر حیاته، او نهر آبه. و میبینیم که روح القدس به خیلی چیزا تشبیه شده و یکی در کنار آرامش، صلح و صفا، در کنار اون نسیم مطبوع حضور خدا که آرامی بخشه و تسلی بخشه، مثل نهر جاری حیات ما رو تر و تازه میکنه. در ضمن روح القدس هم آتشه. اینه که میخوام بگم که روح القدس ابعاد مختلف داره، ولی در این روزهای آخر، در روز پنتیکاست، خداوند به وسیله دود و آتش نشانه خودش رو آشکار کرد و این یکی از اون پرجلالترین و زیباترین شکلهایی است که روح القدس خودش رو بر قوم خدا و بر کلیسا آشکار کرد. واقعا دقیقا هم همینطوری از اتوان. منم هم همین حالا به یادم افتاد طبق فرمایش شما، و حتی به روغن تشبیه شده. بله ما میدونیم زمانهای قدیم مخصوصا در رابطه با زخما و اینا شفا، مخصوصا روغن زیتون خیلی اهمیت داشت و چقدر تشبیهات عالی و زیبایی شده. و همه ما واقعا اینجا هستیم که ما دعوت نداریم که این آتش رو از خودمون دور بزنیم. ما نمیدونیم خاموشش کنیم، اون خاموش نشدنیه. ما دعوت شدیم که تیرهای آتشین شریران را خاموش کنیم. همونطوری که در کلام خداوند در افسوسیان 6:15 فکر میکنم یا 16 داره میگه، اینا رو میگه، اون سپر ایمان و غیره. پس ما میبینیم که بله، با این تشبیهاتی که شده ما ببینیم در کجای کار هستیم واقعا. و مرسی برای تمامی این توضیحات بر دفرات عزیز. تشکر واقعا. بسیاری منم تشکر میکنم از کشیش فرهاد و همچنین توضیحات کشیش میلتن. اما عزیزانی هم در رابطه با این موضوع پیغام هایی فرستادن، جا داره که ابتدا سلام بکنم به زری و ایلوش، ناهید، فرزاد، امیر خسرو که گفتن درود بر کلیسای شما و شما سپاسگزاریم، نسرین، امیل، فیروزه، شمیران و یگانه که سلام کردن. ما هم به شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم بابت پیغام هاتون. شقایق گفتن برای خداوند در تو هستیم و ما رو هدایت کن با نور راحت خداوندم. هللویا. شکر عزیزانم برای وجودتون، برای قلب های فروتنتون. آمین به دعای قلبتون به نام عیسی مسیح و شکر برای وجودتون. سپاسگزاریم. نسرین هم در رابطه با آتش روح القدس گفته که وقتی آتش روح القدس میاد میسوزه و بسیار درد داره، ولی ثمره نیکویی داره. کسی که به مسیح ایمان میاره در محبت خدا ساکن میشه. محبت خدا عمق وجود ما رو پاک میکنه طبق و مطابق طاقت ما. آتش روح القدس رو میاره و ما رو پاک میسازه و محبت میاد و روح خداوند از نفس و روح ما رو از نفس جدا میکنه و به وسیله آتش روح القدس خیلی درد داره، ولی درد شیرین و جلال بر او از حال تا ابدالآباد. و ایلوش هم آیه ای رو در این رابطه آوردن که گفتن عیسی مسیح بر شاگردان از نفس خود دمید و گفت روح قدوس را بیابید. از این آیه از یوحنا باب 20 آیات 21 تا 23 هست. عیسی باز هم گفت سلام بر شما باد، همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. بعد از گفتن این سخن عیسی بر آنان دمید و گفت روح قدوس را بیابید و گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده میشه، آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد.
چقدر زیبا. و جا داره که سلام بکنیم به فرزاد که گفتن که کلام خدا میفرماید هر جا روح خداست آنجا آزادی است. آمین واقعا. شقایقم گفتن هللویا، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. خداوند عیسی مسیح ایمان ما رو بیفزا و ای خداوند ای این قوت رو به ما ببخش که به ایمان زیست کنیم نه به دیدار. ای خداوندم قوت و آتش روح تو را میطلبیم تا اراده تو را به جا آوریم. شکر واقعا. و درود میفرستیم به ناهید که گفتن درود بر شما عزیزان و فرزندان مبارک خداوند که ما رو با برنامه‌های بسیار مفیدتون ایمان ما رو مدد میکنید و شکر برای وجودتون. برکات عهد جدید رو برای شما خواهانیم. ما هم سپاسگزاریم بابت همراهیتون ناهید جان. نسرین هم گفتن روح قدوس بسیار مهربان است و تسلی دهنده در سختی ها و بسیار دوست مهربانی هست و من قضاوت نکرده بلکه محبت کرده و من رو قضاوت نکرده بلکه محبت هم کرده و این محبت رو درک کردم و گفتنی نیست، فقط تجربه هست. آمین واقعا. و امیل هم گفتن روح قدوس روح راستی و هدایت و راهنما و تعلیم دهنده است. بله واقعا. زری هم گفتن که درود بر شما خواهر عزیز و تمامی خادمین شبکه 107 پارس که با تمام عشق خداوند رو برکت میدید و فیض و برکت خداوند هر روز با شما عزیزان برگزیده خداوند باشه. سپاسگزاریم. شقایق هم گفتن بله ای خداوندم تمامی دعاها، خواسته ها، خواهش هایی که چه در قلب و فکر این عزیزان هست رو به حضورت بلند میکنم و میطلبم اراده نیکو و مبارک تو در اینها به انجام برسه تا نام تو رو بیش از پیش جلال دهیم. آمین. اما شما ای عزیزان خیشتن رو بر ایمان بس مقدس خود بنا کنید و در روح قدوس دعا نمایید. آمین واقعا. و نسرینم گفتن روح قدوس صبر داره، محبت میکنه، در خشمهای من با من و هست و خواهد بود، بسیار مهربانه. من همیشه از رفتارهای خودم خجالت زده و شرمنده شدم چون خطاهای من بسیار با مهربانی به من میگه. مهربانی او غیر قابل توصیفه و ای روح پاک خداوند دوستت دارم و ای روح پاک خداوند شکرت، ببخش که من کم طاقت و بی صبرم، قضاوت گرم و تو محبت کامل هستی، همون محبتی که عیسی در کلامش به ما نشان داد و روح قدوس محبت واقعی است. بله واقعا. شقایقم گفتم بله ای خداوند تو با محبتت ضعف‌های ما رو ببخش و خطاهای ما رو ببخش و ای خداوند بی ایمانی‌های ما رو ببخش و به قدرت خون عیسی مسیح ما رو بنا کن و اجازه بده در تو باشیم بمانیم. بله ای خداوند چشم‌های روحانی ما رو باز کن، در نام عیسی مسیح بریز آتش روح بر من و ما ای خداوند تا بار دیگه زانوهای ما را در حضور عظمتت خم شود و تو را ستایش کنیم. آمین. ای خداوندم این فرصت‌هایی که برای جمع ایمانداران فراهم می‌کنی رو برکت بده و اجازه بده به عمق‌های تو بیایم و خداوندم در نام عیسی مسیح شکر واقعا. و در ادامه هم گفتن که خداوند و در نام عیسی مسیح به عزیزان که ما رو تعلیم میدن و هدایت میکنن برکت بده. سپاسگزاریم. نسرینم گفتن فیض مسیح با خادمان خداوند ما عیسی مسیح باشه. شکر واقعا برای وجودشون. و امیرم گفتن با اجازتون مثالی میزنم، ایماندار مانند باتری میباشد که نیاز به شارژ دارد. فقط باتری داشتن کافی نیست، باید اون رو به کار بگیرید و دوباره اون شارژ بشه. بله. زهره هم گفتن شالوم سلامتی خداوند با شما باشه. آمین که تک تک فرزندان خداوند پوری روح القدس رو بیابید. شکر برای وجودتون عزیزان. میدونم پیغام های شما زیاد هستند، امیدوارم که فرصت بشه تا انتهای برنامه بتونیم به اونها بپردازیم و اونها رو بخونیم. اما برمیگردیم به کشیش فرهاد. امیدوارم که خسته نشده باشین تا اینجای برنامه. همونطور که در چند لحظه پیش به ضرورت اومدن روح القدس مطابق وعده خداوند عیسی مسیح اشاره کردین، قرار بود با اومدن روح القدس چه اتفاقی بیفته کشیش فرهاد؟ خدا رو شکر برای این همه عزیز که اینطور ما رو محبت میکنن و با پیاماشون ما رو مورد تفقد قرار میدن و تشویق میکنن. خدا همه ای شما رو عزیزان برکت بده. خب پس کشیش میلتن پرسیدن که آیا نجات،
قیام، صلیب، آیا همه اینا کافی نبود؟ قرار بود دیگه چه چیزی بر اینها اضافه بشه و کلیسا چه چیزی دیگه نیاز داشت؟ و الان به اینجا میرسیم که خب حالا روح القدس هم اومد. قرار با اومدن روح القدس چه اتفاقی بیفته؟ اگر با اومدن روح القدس قراره که چیزی تغییر پیدا نکنه و همه چیز به همون شکل و وضعیتی باقی بمونه که تا قبل از اون بود، پس روح القدس برای چی اومده؟ اومده چه کار بکنه؟ خب روح القدس خیلی کارها قراره انجام بده، همونطور که میبینیم در زندگی شاگردان انجام داد و در حیات کلیسای اولیه نیز انجام داد. اما فرستادن روح القدس بعد از مرگ مسیح چندین هدف مهم و حیاتی رو برای شاگردانی که میخواستند مسیحیت رو به اقصا نقاط جهان برسونن یا این مأموریت رو داشتن که این کارو بکنن، روح القدس چندین هدف مهم و حیاتی بر اونها داشت. چرا؟ چون مسیحیت داشت بنیان گذاشته میشد و برای این مسیحیتی که قرار بنیان گذاشته بشه باید یک برنامه های هدفمند و درست ایجاد بشه یا وجود داشته باشه. یکی از اون در واقع کارهایی که با اومدن روح القدس می باید اتفاق می افتاد و می بینیم در شاگردان اتفاق افتاد، توانمندسازی برای خدمت بود. عیسی مسیح به شاگردان قول داد که روح القدس برای ادامه خدمتشون به اونها قدرت خواهد داد. در کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 8 عیسی فرمود اما چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، در تمام یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان تا اقصای جهان. خب برای چنین خدمتی احتیاج به توانمندسازی هست. احتیاج هست که کسی که میخواد این خدمت رو انجام بده با توانش هم داشته باشه. اگر یه نفر به من، به شما بگه برو فلان کار رو بکن ولی قدرتش نباشه، انرژیش نباشه، پشتوانه های حالا مالیش، روحیش، هر چیزش نباشه، خب این خدمت چطور میخواد انجام بشه؟ اون مأموریت چطور میخواد انجام بشه؟ یقینا اون مأموریت با شکست روبرو خواهد شد. پس یکی از مهمترین یا یکی از قدم‌های مهم برای هر مأموریتی اینه که فرستادگان رو یا فرستاده شدگان رو توانمند بسازیم، اهداف رو براشون روشن کنیم، به اونها امکانات و اقتدار بدیم. و این کاری که روح القدس در شاگردان و در ما انجام داده و میخواد بده. پس اولین تحول در کسانی که تجربه پوری روح القدس رو دریافت میکردن، این تجربه رو دریافت احساس میکردن، دریافت غیرت و احساس مسئولیت و به قول معروف توانمندی برای خدمتی که مسیح به اونها سپرده بود. دومین چیزی که باید اتفاق تحولی که باید صورت میگرفت، تحول در بعد آموزشی بود، راهنمایی و تعلیم. نکته دوم کاریه که روح القدس انجام میده. روح القدس فرستاده شده تا مؤمنان رو به حقیقت و حقایق الهی راهنمایی کنه و تعالیم عیسی مسیح رو، اونچه رو که مسیح تعلیم داد رو به اونها یادآوری کنه. طبیعیه که هر کسی مثل شاگردان و خود شاگردانم نمیتونستند اونچه رو که مسیح در طول 3 سال و اندی به اونها یاد داده بود همه رو به خاطر بسپارن. اصلا شاید هیچ وقت شاگردان فکر نمی کردن که روزی چنین رسالتی بیابن. شاید هیچ وقت فکر نمی کردن که یه روزی این مأموریت رو خواهند داشت که حالا بایستن و انجیل عیسی مسیح رو گسترش بدن و در واقع در همه جای دنیا از اون صحبت بکنن. اگر اونا اینو می دونستن شاید از قبل یادداشت برداری می کردن، نوت می نوشتن، صحبت های مسیح رو ضبط می کردن و اینها رو نگه می داشتن. اما چون اونا اینو نمی دونستن که بعدن چه خواهد شد، پس تمام چیزایی رو که دیده بودن و شنیده بودن، تمام وقایع با جزئیاتش رو طبیعیه که به خاطر نسپردن و شاید خیلی چیزها رو فراموش می کردن. اما وقتی روح القدس اومد، یکی از کارهای روح القدس این بود که کلام مسیح رو به یاد اونها بیاره تا
مبادا تعلیم عیسی مسیح ضایع بشه، مبادا چیز مندرآوردی از دلشون در بیارن، خلق کنن و بخوان به مردم تعلیم بدن و بگن و تعلیم الهی با تعلیم انسانی به یه نوعی قاطی بشه. این بود که وقتی روح القدس می اومد، یکی از کاراش این بود که کلام مسیح رو به یاد شاگردان بیاره. در انجیل یوحنا باب 14 آیه 26 خوندیم که مسیح فرمود او همه چیز رو به شما هم خواهد آموخت و هم آنچه را که به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. یکی از کارهای روح القدس اینه که سخنان و تعالیم مسیح رو به یاد شاگردان و ما میاره. و نکته دیگه اینه که بر حسب زمان، بر حسب نیاز، بر حسب مقاطعی که در اون قرار داریم، روح القدس به ما تعالیم جدید میده، تعالیم جدید که منطبق با روح انجیله، با کلام خداست. اینه که شاید بعضیا یک سری تعالیم مندرآوردی داشته باشن و بگن که اینا رو روح القدس به من الهام کرده. خب هر الهامی که الهام نیست، هر تعلیمی که تعلیم نیست، تعلیمی از روح القدس و الهام بخشه که با روح کتاب مقدس، با روح عهد جدید، با روح تعالیم مسیح در یک راستا باشه، وگرنه طبیعیه که هر تعلیمی از طرف خدا نخواهد بود. سومین نکته‌ای که با اومدن روح القدس اتفاق می‌افتاد یا تحولی که صورت می‌باید می‌گرفت، مهر و اطمینان بود. تحول سومی که روح القدس ایجاد می‌کرد این بود که روح القدس به عنوان یک مهر و تضمین نجات در انتقال میراث روحانی، میراثی که از عیسی مسیح یافته بودند، در ایمانداران، در رسولان عمل می‌کرد. چه در قدیم و حتی زمان حال، اونچه که سندیت و قطعیت و رسمی بودن یک نامه، یک سند، یک نوشته رو ثابت میکنه، امضا و مهری است که شخص یا اون ارگان صادر کننده یا اون فرمان زیر دستورالعملش قرار میده. نامه یا دستورالعمل بدون امضا، بدون مهر اعتبار نداره. اسناد نوشته شده، دستورالعمل ها بدون مهر اعتبار ندارن. روح القدس کاری که میکنه اینه که بر تعالیمی که عیسی میده یا داده و بر تعالیم شاگردان مهر خودش رو میزنه، مهر تأیید. و عزیزان این تأیید طبق روح کلام خداست. یعنی ما از کجا میتونیم بفهمیم که این تعلیمی که شاگردان دادن بعد از عیسی مسیح، اونچه که رسولان نوشتن، میتونه برای ما قابل تقلید، قابل پیروی، قابل اعتماد باشه یا نه؟ اون تعلیم رو وقتی با تعالیم عیسی مسیح و با روح کتاب مقدس مقایسه میکنیم، تطبیق میدیم، باید یکسان باشه. یعنی نمیشه کتاب مقدس یه چیزی بگه، شاگردان هم برای خودشون یه سازی دیگه ای بزنن و بگن اینم هدایت ماست. نه، اینطور نیست. و همین خاطره که کلام خدا میگه تعالیم رو، نبوت ها رو چک بکنید، تست کنید، راستی آزمایی بکنید. هر نبوتی نبوت نیست، هر تعلیمی از کلام خدا نیست، هر روحی هم از کلام خدا نیست. در افسوسیان باب 1 آیه 13 پولس میگه و شما نیز در او جای گرفتید آنگاه که پیام حقیقت، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، و در او نیز چون ایمان آوردید با روح القدس موعود مهر شدید. روح القدس ما رو مهر کرده، ایمان ما رو، که بیانه میراث ماست برای تضمین رهایی، رهایی آنانی که از آن خدایند تا جلال او ستوده شود. آمین. بنابراین روح القدس در زندگی ما مثل همون مهر و امضایی عمل میکنه که بر ایمان ما، بر کار خدا در زندگی ما تاییدیه میذاره یا تاییدیه میفرسته. تحول دیگه‌ای که روح القدس با اومدنش در ما انجام میده، کار دیگه‌ای که روح القدس در زندگی ما انجام میده، تغییر و تقدیسه. روح القدس اسمش همینه، روح مقدس خدا. روح مقدس خدا، روح القدس در زندگی ایمانداران، مؤمنان کار میکنه تا اونها رو متحول بکنه. و این تحول چطور دیده میشه؟ چطور میتونیم بگیم روح خدا منو متحول کرد؟ چطور میتونیم بگیم ایمان به عیسی مسیح زندگی منو عوض کرد؟ روح القدس
با ظهور میوه ها و نشانه هایی در زندگی ما این تحول رو آشکار میکنه. کلام خدا میگه هر درختی رو از ثمراتش، از میوه هاش میشه شناخت. ایماندار هم از ثمراتش، از میوه هاش، از بازخوردهاش، از رفتارهاش میشه شناخت. اینه که پولس رسول در غلاطیان باب 5 آیه 22 و 23 لیستی از ثمرات روح خدا، لیستی از ثمرات داشتن روح القدس تو زندگیمون ارائه میکنه. پولس میگه که شما ادعا میکنید روح القدس رو دارید، آمین، خیلی خوبه، ولی باید نشانه هاشو داشته باشید، مدرکشو باید داشته باشید که ثابت کنید. پس پولس رسول میگه که کسی که زندگی روحانی داره، کسی که با هدایت روح القدس زندگی میکنه، طبیعتا باید نشانه ها و میوه ها و ثمراتی داشته باشه. این ثمرات در زندگیش ظاهر میکنن و نشون میدن که او واقعا با خدا داره زندگی میکنه. و فقط هم ثمرات درونی و مخفی و قلبی نیست، مثل اونایی که برادر میلتن میگن که به زبونم نگاه نکن که خیلی چیزا میگه، دلم پاکه. خودشون به خودشون میگن دلم پاکه، و کلام خدا میگه از کوزه همان تراوت که در اوست. نمیشه دلت پاک باشه ولی حرفای بی ربط بزنی. و اگر دلت پاکه، باید زبونت، نگاهت، فکرت، دیدگاهت باید پاک باشه. پس پولس میگه که از کوزه همان تراوت که در اوست. اگر تو پاکی، اگه تقدیس شدی، علائمش، نشانهاش، ثمراتش باید دیده بشه. این ثمرات شامل چی هستن؟ 9 ثمره هستن: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. خب یه چیزی که من همیشه در ثمرات اینو یادآور میشم و تاکید میکنم تو تعالیمم، امروزم میخوام بر حسب عادت تعلیمی خودم اونو بگم. نکته مهمی که میخوام یادآوری بکنم اینه که کلام خدا میگه ثمره روح القدس، نه ثمرات روح القدس. کشیش میلتن فکر کنم امروز منو تایید میکنن، اگر به رساله غلاطیان باب 5 آیه 22 هم مراجعه کن، اونجا هم خواهید دید که نوشته لیکن ثمره روح القدس. خب کلمه ثمره روح القدس فرده، یعنی وقتی میگن ثمره روح القدس ظاهرا یکیه ثمره، ولی وقتی میخونیم میبینیم 9 تا میوه است. پس شاید از لحاظ ادبیاتی درست باشه که بگیم ثمرات روح القدس چون 9 تاست، ولی کلام خدا میگه نه، ثمره روح القدس. یعنی چی خواهر آیلین؟ یعنی اینه که این ثمره در 9 نشانه، در 9 چیز دیده میشه، نه در یک چیز. یک ثمره است ولی 9 نشانه داره، 9 بازخورد داره. پس کلام خدا تأکید میکنه که کسی که از روح خدا پر میشه هر 9 تا رو باید داشته باشه. نشانه پری روح القدس این ثمراتشه و نباید فقط به داشتن یک ثمره یا 2 از اونها کفایت بکنه. مثلا بگه که آقا من از روح القدس پرم، شادی دارم، آرامش دارم، اما دیگه محبت رو نمیخوام، نیکویی رو نمیخوام، فروتنی رو نمیخوام، خیشتنداری رو نمیخوام، همین 2 بر من کافیه. نه، اینطور نیست. این 9 میوه همه با هم یا هستند یا نیستند. اما وقتی که ما روح القدس رو میابیم و در روح القدس پرورش میابیم، ثمرات و نتیجه های یا میوه های روح القدس همه یک جا ظاهر نمیشن، به تدریج ظاهر میشن. حالا این بستگی داره به ماست که چقدر در حضور خدا بمونیم، چقدر این زندگی روحانیمون رو غنی کنیم، تقویت بکنیم تا این ثمرات هر 9 تا آشکار بشن. اما فراموش نکنید عزیزان، فقط یه دونه ثمره کافی نیست. این ثمره 9 نشانه داره و ما باید هر 9 تا رو در مسیح از خداوند بگیریم، تلاش کنیم بر زندگی خودمون و خودمون و ایمانمون رو بسازیم این 9 تا ظاهر بشه، دیده بشه، در عمل وجود داشته باشه. و نگران نباشید، در اونایی که وفادار و جدی هستن این 9 تا یکی بعد از دیگری به فیض خدا با ماندن در حضور خدا در ما آشکار خواهند شد. نکته پنجم که با این تمام میکنم، موضوع وحدت و ساختن اجتماعه. روح القدس اومده در ما کار میکنه، میخواد ما رو تقدیس کنه، پر کنه، برای اینکه روح القدس میخواد مؤمنان رو، ایمانداران رو در یک بدن یعنی کلیسا متحد بکنه. خب ما 2 تیپ کلیسا داریم، یک کلیسای محلیه
که هر کدوم از ما ایمانداران در واقع عضو کلیسای محلیمون هستیم در هر جا که هستیم، و یک کلیسای جامعه مسیحه که کلیسای جهانی و کلیسای روحانیه. روح القدس میخواد کلیسا رو متحد بکنه، همه ایمانداران در یک روح در یک بدن، همطور که برادرمون اشاره کردن فکر کنم ایلوش بود، گفتن یک خدا، یک پدر، یک ایمان، یک تعمید. این میشه کلیسای جامعه مسیح، و میخواد کلیسای مسیح رو در سراسر جهان با هدایای گوناگون برای ساختن و داشتن بدنی مجهز، مبارک، پر از عطایا و برکات و ثمرات تجهیز کنه. اول قرنتیان باب 12 آیه 17 تا 11 شرح میده که چگونه وقتی با قوت و روح القدس زندگی میکنیم، هدایایی از جانب خداوند روح القدس به کسانی که امانت داری و مقبولیتشون رو در حضور خدا ثابت کردن، خود خداوند، خود روح القدس میده. به عبارتی خدا هم به اونا اعتماد میکنه. وقتی ما خودمون رو به اون میسپاریم، وفادار هستیم، خدا هم به ما اعتماد میکنه و ما رو تجهیز میکنه. با چی؟ با نعمتهایی که روح القدس به ما میده، با تواناییهایی که روح القدس در ما ایجاد میکنه، و ما رو برای انجام خدمات مختلف مستعد و آماده میکنه و از وجود ما در اون خدمات استفاده میکنه. یقینا همه ایمانداران، همه ما ایمانداران عطایایی داریم، استعدادهایی داریم، گیفتهایی، چیزایی، برکاتی از خدا داریم که روح القدس اونا رو در ما نهاده که به وسیله اونها از وجود ما استفاده بکنه. فقط این استعدادها، این هدایای روحانی باید در ما کشف بشن، باید این توانایی ها رو در خودمون کشف کنیم و برای پیشرفت کار خدا به کار ببریم. عطایای من، عطایای شما، گیفت ما، اون برکت که خدا به من و شما داده که به وسیله اونها ما رو برای خدمتش به کار ببره چیه؟ هر کس باید خودشو تفتیش کنه و ببینه دعوتش در خداوند چیه. همون قرنتیان باب 12 میگه ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان است. برای غرور نیست، برای منم منم ها نیست، برای این نیست که بگم من عطای شفا دارم، من عطای معجزات دارم، من عطای سخنوری دارم، من عطای فلان، من عطای فلان دارم. برای این نیست که به رخ دیگران بکشیم، برای اینکه به کلیسای خداوند و به جامعه‌ای که در اون هستیم که باید مسیح رو به اون نشون بدیم، بتونیم نفعی برسونیم. پس عطایا برای خودنمایی و استفاده شخصی و اختصاصی به کسی داده نمیشه، بلکه برای پیشرفت خدمت مسیحی، برای پیشرفت ملکوت خدا و کار بشارت. و ادامه میده، میگه به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده میشود، به دیگری به واسطه همان روح کلام معرفت، و به شخص دیگری به وسیله همان روح ایمان، و به دیگری توسط همان روح عطایای شفا دادن، عطایای زبانها، ترجمه زبانها، و خیلی چیز، البته عطای تعلیم، معلمی و خیلی چیزا. و در آخر میگه اما همه اینها رو همون یک روح القدس، همون یک روح خدا به عمل میاره و او فاعله. اما روح القدس به هر کسی بر حسب اون حکمت خودش و تشخیص خودش این عطایا رو تقسیم میکنه. آیه 4 میگه عطایا گوناگونند، اما همون روح خدمات گوناگون، خدمات خدا رو، عطایای خدا رو به ایمانداران میده و تقسیم میکنه. ببخشید این بخش خیلی طولانی بود، ولی چون موضوع مهمی راجع به عطایا بود، مجبور شدم که همه اینا رو یک جا توضیح. بسیار عالی، ممنون، سپاسگزاریم برای تعلیم این موضوع بسیار مهم. خداوند بهتون برکت بده. کشش فرهاد، میدونم خیلی فرصت کوتاهه، اما من چند تا پیغامو سریع بخونم. سلام میکنم به مریم، تشکر میکنم از شقایق مریم، نسرین و یگانه بابت پیغامهای زیباتون. سمیرا گفتن قوت و قدرت خدا با شما باشه، آمین. تشکر میکنم از بهروز بابت پیغامشون. جوی گفتن آمین به همه دعاهاتون، و همچنین تشکر از ماریا. مرجان گفتن سپاس از برنامه خوبتون، تشکر میکنم. سلام میکنم به پژمان و تشکر از زری. و زری هم گفتن امروز در این ساعت در روی تخت بیمارستان هستم و برای شما عزیزانم مینویسم و اشک میریزم، اوست که از این طریق شبکه مرا آرامش میده و به من یادآوری میکنه که همینه کنار تو هستم
هستم و تو تنها نیستی. شکر واقعا آمین که حالشون خوب بشه زری جون اگر توی بیمارستان هستن. و زهره هم گفتن جلال بر نام خداوند در اعمال رسولان میفرماید از باب 2 آیات 1-4 که مربوط به روز پنتیکاست اختصاص میده. آمین که یک دل در کنار هم پرستش و دعا بکنیم و برای خداوند شکر به خاطر وجود شکر واقعا. و درود میفرستم به مرجان که گفتن تشکر از برنامه عالی و مطالب عمیق و تاثیرگذاری که ارائه میدین، سپاسگزاری. تشکر بابت پیغام هاتون عزیزان. میریم با هم دیگه آیاتی از کلام خداوند رو گوش میدیم و خودمون رو برای بخش دعای اعتراف آماده میکنیم. با ما همراه باشید. یوحنا فصل 5 آیات 19-29. آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میدهد، زیرا هرچه پدر میکند پسر نیز میکند. پدر پسر را دوست میدارد و هر آنچه میکند به او می نمایاند و کارهای بزرگتر از این نیز به او خواهد نمایاند تا به شگفت آیید. همانگونه که پدر مردگان را بر می خیزاند و به آنها حیات می بخشد، پسر نیز به هر که بخواهد حیات می بخشد. و پدر بر کسی داوری نمی کند بلکه تمام کار داوری را به پسر سپرده است. آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاویدان دارد و به داوری نمی آید بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است. زمانی فرا می رسد بلکه همکنون است که مردگان صدای پسر خدا را می شنوند و کسانی که به گوش گیرند زنده خواهند شد. از این سخنان در شگفت مباشید، زیرا زمانی فرا می رسد که همه آنان که در قبرند صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. آنان که نیکی کرده باشند برای قیامتی که به حیات می انجامد و آنان که بدی کرده باشند برای قیامتی که مکافات در پی دارد. شکر واقعا. عزیزان در دنیای زندگی می کنیم که گویا آتش های مختلفی زیر خاکستر وجود دارد. وقتی به خاکستر نگاه میکنیم به نظر سوخته و تمام شده میرسه، ولی زیر اون آتشیه که میتونه ما رو بسوزونه. گناه هم مثل اون آتشیه که زیر خاکستر خودشو مخفی کرده و در نهایت به علت فعال شدنش و فعال بودنش میتونه خیلی خطرناک باشه. عیسی مسیح خداوند میتونه ما رو از این آتش از بین برنده حفظ کنه. پس اگر میخوایم از آتش گناه در امان باشیم عزیزان، میتونیم در حضور خداوندمون عیسی مسیح به گناهانمون اعتراف کنیم. پس همراه با برادر میلتن و ما این چنین اعتراف کنید. تشکر فراوان از شما ایلین عزیز، مخصوصا از برادر بسیار عزیز و گرامی فرهاد که خیلی مطلب رو باز عالی و زیبا باز کردید برای ما و سپاسگزار شما هستیم. در این مقطع عزیزان ببینید، اینطور نیست که فقط ایمان بیاریم بعد بریم دنبال کارمون. برای همین در انجیل یوحنا 14-18 میگه خداوند میفرماید شما رو یتیم نمیگذارم. یعنی چی؟ یعنی ما هم اینطوری نیست که بریم دنبال کارمون، او همواره با ما خواهد بود به شرطی که ایمان بیاریم. میتونید با من یک اعتراف نمونه به عنوان یک نمونه، همین حالا به خاطر وقت کم و دعای زیادی هم که داریم من خیلی سریع بگم، ولی خودتون در خلوت دل خودتون هم میتونید دعا بکنید. عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم که مرا یتیم نگذاشتی، آنچه رو که فرمودی انجام دادی و ادامه تمام کار تو توسط روح قدوس تو در تمامی دنیا به پیش رفته و خواهد رفت. من اعتراف میکنم که انسان گناهکاری بیش نیستم، ولی ایمان میآورم
که تو به خاطر گناهان من جانت را برای صلیب دادی، خونت را ریختی برای شسته شدن گناهان من، پاک شدن گناهان من، مردی و قیام کردی که من نیز بمیرم و قیام بکنم و شخص جدیدی در تو باشم. من این اعتراف را همین حالا در این برنامه انجام میدم. ایمان دارم که تو مرا بخشیدی و ایمان دارم که تو مرا نجات دادی. برای همین از تو بسیار بسیار سپاسگزارم. در نام تو عیسی مسیح دعا کردم و اعتراف کردم. آمین. آمین. میدونم برادر میلتن فرصت خیلی کوتاهه. اگر میشه لطفا برای عزیزانی که درخواست دعا داشتن هم دعا داشته باشیم، چون این فرصت کوتاه ممنون میشم. پس متحد میشیم در نام عیسی مسیح. خداوند به حضور مبارک تو میاریم این لیست دعا رو برای تارای عزیز که ای خداوند فرمودن استلا هستن و میتونیم دعا کنیم برای مشکلاتی که دارن. ای خداوند کیست که مشکل نداشته باشه اما حلال بسیاری از مشکلات ما، طبق اراده تو برای خیریت استلای عزیز دعا میکنیم. ای خداوند درخواست شقایق رو برای افراد مختلف، برای مهدی و همچنین برای افراد دیگر از شهرزاد عزیز و برای مطالب مختلف دیگه سلیمان که ناراحتی های مختلف دارن دعا میکنیم به قوت نام عیسی مسیح. همچنین دعا میکنیم ای خداوند برای محمد و مهدی و افراد مختلف دیگه و همچنین خانواده خودشون و نجات افراد دیگر رو که ایشون میشناسن. ای خداوند این درخواست رو به حضورت میاریم. برای یاسین آنچه رو که مد نظرشون هست دعا میکنیم. بله ای خداوند در نام مسیح زنده. برای بیننده عزیز ما از طریق واتساپ که خواستن ای خداوند دعا میکنیم. برای آریان عزیز ای خداوند دکترها رو رد کردن که به زودی بیناییش رو از دست خواهد داد، ولی هر که نزد تو آمد تو رو شفا دادی. به نام عیسی مسیح این مرد جوان ایمان آورده و دختر کوچیکم دارن، به قوت نام عیسی مسیح خداوند بینایی او رو به او برگردان و به نام عیسی مسیح دعا میکنیم برای جلال اکرام نام قدوس تو ای خداوند. و همچنین برای عزیزانمون که ای خداوند نمیتونن بارداری نمیتونه داشته باشه، سمیه عزیز دعا میکنیم ای خداوند شفا عطا فرما و به زودی ایشان باردار بشوند و به نام عیسی مسیح خانواده رو گرم و گرمتر با حضور خودت و این شفا داشته باشیم ای خداوند. ناهید عزیز رو برای مشکلات پسرشون مالیشون ای خداوند به حضور مبارک تو میاریم. همچنین درخواست نسرین رو به حضور مبارک تو میاریم ای خداوند و دعا میکنیم که لطف و محبت تو ای خداوند بر زندگی ایشان افسون افسون تر بشه. و همچنین زری عزیز که فرمودن در بیمارستان هستن و منتظر نتایج و عکسایی که گرفته شده ای خداوند از رادیولوژی، به نام مسیح دعا میکنیم همه چیز پاک تمیز برای ایشان باشه، این معجزه رو انجام بده در نام مسیح. برای احمد رضا مشکلاتش همواره دعا میکنیم ای خداوند زنده. برای جوی عزیز دعا میکنیم پروندهشون هرچی که هست باز بشه برای گرفتن جوابشون ای قدوسه خداوند. و همچنین برای سمیرای عزیز، برای همسرشون که اعتیاد دارن، به نام عیسی مسیح آزادشون بساز همسرشون رو. و همچنین زهره عزیز برای موسو تفاهمایی که در خانواده وجود داره. و همچنین ارشام عزیز رو برای خواهرشون نگین دعا میکنیم برای بیماری لوپوس یا خود ایمنی. ای خداوند ایمان ما این است که تو شفا دهنده هستی، شفا عطا فرما. برای فرزندان مرجان خانم عزیز مهران گرامی دعا میکنیم، علی محمد، در مورد کارشون، زندگیشون، ازدواجشون، به نام عیسی مسیح خداوند. همچنین ماریای عزیز رو به حضورت میاریم برای ایمانشون و بهتر شدن زندگیشون برکت بیتره. و همچنین برای برادر عزیز فرهاد دعا میکنیم خدمات ایشان رو ای خداوند خانوادهشون رو برکت بده. به نام عیسی مسیح برای جلال اکرام نام قدوس تو دعا کردیم. آمین. ای خداوند شکر برای وجودتون برادر میلتن. آمین که عزیزان جواب دعاشون رو بگیرن. جا داره تشکر بکنم از کشیش فرهاد که امروز حضور پیدا کردن در برنامه ما و ما و بینندگان رو مورد برکت قرار دادن. سپاسگزاریم واقعا. آمین آمین. اما خیلی سریع من چند تا پیامک رو بخونم. امیل گفتن شکر برای تعلیم عمیق و پربرکتتون، سپاسگزاریم. تشکر میکنیم از آرشام، مریم، زهره و زری، بانوی البرز، ماریا و شمس. سپاسگزاریم. احمد رضا هم گفتن که عرض ادب و احترام دارم به برنامه پایه‌های ایمان، تشکر میکنم از برنامه عالیتون، خوشحالم در این برنامه حضور دارم، دوستتون دارم. سپاسگزاریم. و تشکر از شقایق، بابک، جوی رین و زری که پیغام دادین. فرصت کوتاه نمیتونیم بخونیم اما عزیزان تکرار برنامه شنبه 3 بامداد و چهارشنبه 11:30 صبح خواهد بود. هفته آینده مهمون
مهمون محترم برنامه کشیش روبرت آسریان عزیز هستن با موضوع رابطه مسیحیت و فرهنگ. اگر علاقمند هستین در این زمینه بیشتر یاد بگیرین، پس برنامه هفته دیگر رو از دست ندید. آمین. تشکر میکنیم مجدد از برادر بسیار عزیز و گرامی کشیش فرهاد و همچنین شما ایلین عزیز، تمام تیم پایه ایمان. یادتون باشه آتش روح القدس رو زیر خاکستر نذاریم عزیزان، بذارید باش گرم بشیم، در نور او به پیش بریم برای جلال اکرام نام قدوس. شب شما عزیزان بخیر و بدرود. شبتون بخیر.